خب بریم سراغ بخش پایانی ویدیو بروازه سی بورن به این صورته که ما میریم سراغ حالا بحثای ریلیشنال و استاتیستیکالی که میتونیم از نمودار بگیریم نمودار رو ببینیم سنسه بهتر خواهیم داشت در واقع ویژوالیزیشن کلا میاد یک کمکی به ما میکنه که به نظر در واقع ویژوال سیستم بینایی انسان این پترن ها و این الگویی که میتونه دیتا وجود داشته باشه بهتر ما میتونیم با ویژوالایزیشن در واقع سنس کنیم خب ما تا الان دیسپلات یاد گرفتیم با کت پلات که نمودار مختلفی میتونیم توش بکشیم میرم سراغ دسته بعدی در واقع رل پلات هست یا در واقع ریلیشنال میتونیم دیتا اون رو بکشیم خب من تیپس رو داشتم میام میگم که رل پلات بگی برای من روی توتال بیل و تیپ من همین جوری ببینم از جنس اسکتر دیفالتش اسکتر هست دیفالتش مشاهده میکنیم اسکتریه ولی اگه بخوایم میتونیم کاینش رو لاین بزنیم که برامون نموداره لاینی بکش در واقع جلو اسکتر که بذاری میبینید میگه که هر کدوم از مثلا این آقایی که 50 دلار بوده قاعده این همون سیگاری است که فکر کنم بیشتر از همه هم. در واقع تیپ داده 50 دلار هم 50 دلار بوده تا 10 دلار تیپ داده کل داده. اون دونه دونه دیتا رو ببینیم حالا یه چیز دیگه ای بریم تغییری هم بدیم روی جنس تم سیبورنمون مثلا من گذاشتم ست تم کردم استایل روشم دارک گرید مشاهده میکنی نمودار دیفالتش این بود حالا نوت بود که در واقع من گذاشتم روی این حالا دارک گریدش کنین این شکلی میشه باز روی جنس دیگه ای میتونی روی ویژوالیزیشن هست کاملا سلیقه شماست من خیلی سلیقه ندارم تو این چیزا ولی میتونی به خود گشن توی قدرت سی بورن در واقع موارد دیگر رو ببینید که کالر پلت های مختلف و تمای مختلف و انتخاب کنید و تست کنید تو سایت سی بورن برین خیلی چیزای جالب تری هست خب من ریل پلات گرفتم این دفعه روی در واقع حالا این مورد که ببینیم یه تغییر داشته باشیم روی شکل نمودارمون حالا هیو رو بهش اضافه کنیم همون نمودار هست ایکس و ایگره دادم بهش توتال بیل تیپ هیو رو دادم اسموکر باز مشاهده میکنیم این هیورو در واقع ریل پلات بگیریم جداگانه میشه برای من مثلا حالا من بیام اینو مقایسه کنم با حالت دیگه یه استایل هم بهش میشه اضافه کرد اینا رو داشتیم قبلا جدیدی که چیزی که جدید داریم استایل هست اسموکر رو با اون استایل بهش میدم مشاهده میکنین باز یه جور یه به اون دیگه میشه بهش انگاری اضافه کرد من هیو رو دادم رنگ رو اضافه کردم تفکی که هر کدوم از این جوده ای دیتا خیلی سخته تو نمودار دو بعدی ولی با اضافه کردن استایل میتونید خود همون هیو هم در واقع این موردو داشته باشید بریم سراغ نمودار بعدی که جالبه من ریل پلات گرفتم رو همه حالت این دفعه استایل رو در واقع دادم به تایم ببینم که در واقع اون همون سیگاری که زیاد سیگاری که زیادتر هم داده بوده شام اومده بوده میبینید بیشتر الان مثلا زبدر هست قاعدتا بیشتر رو اومدن روی دینر و حالا نارنجی هم اصلا سیگاری نیستن یا اینا رو دیگه میشه تا... استوری تلینگ های مختلف داشتوش که خیلی اینجا نمیخوایم واردش بشیم بحث خیلی گسترده ای هست من ریل پلات گرفتم این دفعه هیو رو دادم رو سایز یه تفسیری روی سایز خود در واقع میزی که داشته میبینین بیشتر هم حالا دو نفر یا سه نفر بود و رو میتونیم توش داشته باشیم حالا من کایند kind دیگه کاندش دیفالت اسکتر بود دیگه رو لاین بدم در واقع نمودار این شکلی برای من میکشه که جلوتری جلوتر کوچولو در مورد لاین بیشتر صحبت خواهیم کرد مدل دیگه ای که ریل پلات میتونیم داشته باشیم در واقع لاین هست اما حالا یه چیز دیگه داریم ما هیو داشتیم استایل داشتیم و یه چیز دیگه داریم سایز به سایز هم میتونیم بهش بدیم من سایز رو دادم خود سایز میز، سایز هر کدوم از این اسکتر ها رو میبینین اون جایی که بیشتر بودن و بزرگتر گذاشته یکو کمتر باشه شیشه بزرگتر باز از نظر بصری بهتر میتونه به شما کمک کنه خب بریم لاین پلات هم از همون در واقع ریل پلات ببینیم من اومدم یه دیتا فریم تعریف کردم برای اینکه بهتر بتونیم لاین پلات رو بکشیم و رو صحبت کنیم یه دی افی تعریف کردم دیت مخفف دیتا فریم گفتم از پنداز کتابخونه پندازی که پی دی ایمپورتش کردیم دیتا فریم بساز برای من ورودی ساختن دیتا فریم رو به عنوان دیکشنری دادم این دفعه دیگه نگفتم فایل بخون گفتم یه دیکشنری برای من بساز یکیش ایکسش تایم باشه ایرگش آها np.a گذاشتیم برای 500 و گفتیم که a range چی بود تو دو ویدیو قبل داشتیم اگه خاطرتون نیست میتونیم یه نگاه بندازیم گفتیم که a range کن برای من 500 از 0 تا 500 برو ولی value رو گذاشتم از کتابخونه پکیج نام پای برو رندوم داد رند ان رو برای من بیار 500 تا عدد برای من بساز کام سام بگیر روش کام سام همون کامولیتیو یا همون در واقع تجمیعی هستش که در واقع جمع کنیم نمودارش رو من بخوام بکشم به این صورت دیتا فریم رو بکشیم اینجوری من میگم تایم هم از صرف بود تا قبل 500 برای من ساخت حالا ولیو شو من گرفتم رندوم داد رند ان دیگه از در واقع دیتا که به من میده رند ان داده من همینجوری مثلا میبینی از مثلا منفی 8 دهم بعد منفی 14 دهم هم اینا رو کام سام گرفتم آوردم پایین این شده دیتا فریم که ساختم چیز خاصی نیست من فقط میخوام بیام ریل پلات بگیرم یه لاینی بگیرم روش که ببین نمودارهایی که بیشتر بچه‌ها که سمت حالا دیتاهای تایم سریز هستن با این نمودار بیشتر میتونن کار کنن همچین نموداری رو میشه کشید صرفا اینا رو گفتم که دیتامون اون بسازیم ولی ریل پلات اینجوری ایکس و ایگ بهش دادم Kinda دادم لاین به این صورت میتونیم بکشیم دیتاهای که جنس دیتاهای زم... سری زمانی رو میشه اینجوری کشید دیتاهای به حالا بورس و اینا که دیگه الانم بورس شده میشه با این نمودار خیلی کشید اه... یه در واقع کیورد دیگه میشه اضافه کرد به ریل پلات و بقیه نمودارها کال هست و کالم های مختلف اضافه کنین که نمودار شما رو در واقع ساب میکشه چند تا نمودار تو یه نمودار میتونید داشته باشیم کال و تایم دادم بر اساس تایم جدا کرد هیو و حالا اسموکر رو جدا کردیم و ایکس و هم بهش دادیم در واقع با گرفتن کال شما میتونید ستون های مختلف رو داشته باشین حالا دو تا ستون داره دوتا شده چند تا بود بیشتر میشد خب یه نمونه در واقع یه سری از مدل‌های دیگه‌ای که داشتیم ما تا الان دیس پلات رو داشتیم کات داشتیم و رل پلات مدل چهارم که میتونه داشته باشیم در واقع رگ پلات و جنس رگرشنی هست که من همون ایکس و ایگ و توتال رو تیپ میدم میگم آقا رگ پلات کن برای من یه رگرشنی انجام میده حالا جلوتر و واسه ماشین لرنینگ خواهیم رسید یک در واقع رگرشن رو نمودار انجام میده و اون نمودار خیلی ساده انگارانه نمودار رگرشن من رو میکشه رگ پلات یه نوع مدل دیگه هم هست که ال پلات هست در واقع اون هم از این جنسه که حالا تفاوتش رو میتونید تو بحث رگرشن و اینها داشته باشیم اینا در واقع جزء ترمینات ما دیدیم ان بررسی خواهیم کرد خب برای بحث پایانی سی بورن یک موردی هست که خیلی میتونه کمک شما کنه توی باز سنسی که به دیتا داشته باشین فست گرید خب فست گرید اینجوریه که من میگم های سی تا به فصل و تو فراخونی کردم روی تیپس برای من بزن ولی چیزی به من نشون نمیده میبینی خب من میگم فست کن تیپس رو ولی با ستون ها و ردیف هایی که بهش دادم ببینیم چی میشه بازم دیتایی نداره توش میبینین ولی اومد جدا کرد دیگه بگم این دو تا اینم دو تا دینر رو لانچ هست و اینم دارم میل و فیمل هست اومد برای من ساخت ولی هنوز همچنان توش دیتایی نیست حالا من میام چیکار میکنم یه جی تعریف میکنم میگم همون فست گریدی که ساختم و به من بده منتها این دفعه توش دیتا در واقع میخوای دیتا که تو این فست گریدت بریزی چی باشه اسکتر پلات باشه از جنس اسکتر پلات برو مثلا توتال بیل و تیپو برام بکش ببینیم چه جوری میشه خیلی جالبی در میاد توش میبینین شما میای نمودار جداگانه ای بر اساس جنسیت و اینکه چه زمانی رفتن رستوران رو جداگانه دارین اسکتر میکنین روی چی توتال بیل و تیپشون یعنی ایکس و ایگ اینجوری داریم دیگه ایگ تیپ هست بخاطر این دوم ایکس مون هم توتال که اینجوری داریم این فاصله گیری نمودار خیلی به شما میده اینم حتما روش تو زمان بزنین و به تسلط خوش برسین چیز جالبیه یه یعنی در واقع مدل دیگه هم میشه کشید که این دفعه من هیست پلات در واقع بهش دادم اینم هیست پلات هم یه مدل دیگه که نمودار میتون بکشیم که هیستوگرام هست در واقع هیستوگرام میتون داشته باشیم پس با ما فست گیری میایم چیکار میکنیم میایم قالبمون رو میکشیم بعد میتونیم بریزیمش مثلا توی جی یا هر چیز دیگه ای منتها این دفعه مپ آندرلاین دیتا فریم روش فراخونه میکنیم که میگیم این دیتا فریم رو بر مپ کن رو این فست گرید در واقع این نمودار تو بکش بخواین دستورات رو میتونید داشته باشین هم مپ میتونید بزنین هم مپ دیتا فریم رو روش اعمال بکنیم یه نمودار یعنی دیگه ای که میشه کشید در واقع اینه که فست گرید بهش دادم این دفعه اومدیم در واقع پلات دادیم بهش اینا به لیبل دادم بهشون میبینین اکسیس لیبل ها رو گذاشتم براشون توتال بیل و کاونت این دفعه جدا گذاشتم دیگه کم تو توتال بیل گذاشتم یه نمودار دیگه ای میتونیم بکشیم اون دفعه اگه نذارین خود در واقع لیبل بهش ندین خود چیزی که دیتا فریمتون هست رو نشون میده ولی میتونیم باهاش اینجا لیبل بدیم اکسیس لیبل بهش بدیم و ست میکنه برای ما جداگانه لیبل ها رو جدا میزنه خب بریم سراغ نمودار بعد Uh, حالا بین ویس هم در واقع میتونه داشته در دوباره تو همون هیست پلات هیستوگرامی که میگیریم ما تفاوتش اینه که اینجا بین ویس گذاشیم در واقع هر کدوم از این میله ها رو ویسش رو یا واقع ارزش رو کوتاه‌تر کردیم و نمودار از نظر شماتیکی شاید بهتر شده باشه حالا مدل دیگه در واقع همون این هم باز از این بابت گذاشتیم که شما میتونید اسکتر داشته باشین، هیوای مختلف داشته باشین، تو اس... در واقع موارد مختلف فست های مختلف داشته باشین، این دفعه دیگه فقط بهش کالم دادیم، رو ندادیم، و گفتیم که روی این کالم های مختلف بیا این رنگ ها رو جدا بونه و حالا این هم به عنوان بونس آخر که در واقع رو به سرانجام برسونیم، میتونین شما دعوا... هایت و اسپکت هم بهش بدیم به این صورت به اون کیورد های مختلف که روی کالم های مثلا چهار تا روز مختلف کالم رو دی بدیم روی در واقع هایت های مختلف بیاین هیستشون رو بکشین و توتال بیل بهش بدین و فست رو بکشین فست گرید در واقع دست شما رو باز میذاره تو که ساب انگاری ساب پلات بکشین ساب پلات رو دیگه ما نگفتیم چون فست گرید الان دیگه بیشتر داره استفاده میشه تو این ویدیو استفاده کردیم توی تمامی مواردی که خدمتون ارائه شد سعی شد خیلی خلاصه و اجمالی در واقع ما انواع اقسام نمودارهایی که میتونیم بکشیم و داشته باشیم باز موارد بسیار زیاد هست هر کدوم از اینا توضیحات بسیار زیادتری داره از این وقت که ویدیو خیلی طولانی نشه سعی کردم خیلی خلاصه وار پیش برم هر کدوم از اینا رو حتما حتما اجرا بکنی خروجیشو رو ببینیم ببینی ببینی به چه صورت هست دستتون توی نمودار کشیدن باز باشه خیلی سنس بهترین نسبت نمودار داشت خواهیم داشت ما توی پروژه‌ای که با هم انجام میدیم حتما یک بخشی رو ایده ای انجام میدیم بعد ویژوالیزشن ویژوالایزیشن می دیتا رو ببینیم دیتا به چه صورته اساسا ببینیم کدوم فیچرها برای ما مهمتره کدوم فیچرها بعد انتخاب کنیم آوتلایر هامون چه شکلیه خیلی خیلی خیلی, خیلی کمکتون میکنه این توی اون روال تولید مدل نهایی ماشین لرنینگی که میخواین داشته باشید پس ویژوالایزیشن حتما جدی بگیرین و موارد با هم اجرا کنید